درود بر شما عزیزان، امروز هم با برنامه دیگه‌ای در خدمت شما هستیم. برنامه دیگه‌ای از خبرها و رسانه‌ها برای مرور اخبار هفته‌ای که گذشت. امروز اول آذر ماه هست و برابر با 22 نوامبر 2013. از دویچه فوله آغاز می‌کنیم و خبری در رابطه با صحبت‌های آقای نتانیاهو خامنه‌ای را به استفاده از ادبیات نازی‌ها متهم کرد. نتانیاهو که در جمع یهودیان مسکو در دومین روز سفرش به روسیه سخنرانی می‌کرد، خامنه‌ای را به استفاده از واژگان هولوکاست نازی‌ها متهم کرد و گفت به همین دلیل است که ایران نباید به سلاح اتمی مجهز شود. وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در سخنانی به انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران پرداخت و گفت اسرائیل نیاز دارد در جستجوی شریک دیگری غیر از واشنگتن باشد. و ما روز یکشنبه 26 آبان روزنامه آرمان تیتر زد: گشایش قفل وزارت ورزش با کلید چهارم. آرمان همان روز خبری در مورد ورشکستگی شرکت گاز منتشر کرد. شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10,000 میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شده است و معاون وزیر نفت با تایید ورشکستگی مالی شرکت گاز از تعریف سازوکارهای جدید مالی در قالب لایحه بودجه سال 93 به منظور حل مشکلات مالی این مجموعه خبر می‌دهد. وزیر نفت از سازوکار تأمین منابع مالی دستگاه‌های انرژی کشور به شدت انتقاد کرده و تاکید کرد اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها دستگاه‌های تولید و توزیع کننده انرژی کشور را با مشکلات متعددی دست به گریبان کرده است. دوشنبه 27 آبان کیهاند تیتر زد: در آستانه مذاکرات ژنو 3 به اجرا درآمد. بازی مضحک غرب و به گفته کیهان صهیونیست ها برای باجگیری از ایران. جنجال و فضاسازی های کاذب برای تکمیل پروژه باجخواهی غرب از جمهوری اسلامی، در حالی با بازی به قول کیهان صهیونیست ها در قالب یک عملیات روانی از چندی پیش دنبال شده که هم اکنون و در آستانه مذاکرات ژنو 3 این تقلاها و تحرکات بالا گرفته است. در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در جدیدترین مصاحبه خود با شبکه CNN برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی مستقیم برای بقای اسرائیل دانسته و گفته است که وی باید با این تهدید مقابله کند. خبری بود از کیهان. کیهان همان روز همینطور تیتری داره در مورد، یعنی خبری داره که حالا در واقع تیتر شما هم فقط براتون میخونم: تنفر 80% مردم فرانسه از ریاست جمهوری فرانس و اولاند. خبری هست که کیهان زده. روزنامه ایران 28 آبان تیتر: نمایندگان مجلس در گفتگو با ایران تاکید کردند رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات دولت سابق. ایران همان روز رئیس پلیس اعلام کرد مرتضوی مسبب کهریزک است. یک مصاحبه خیلی طولانی داشته ایسنا با رئیس پلیس که توش به اصطلاح به موارد مختلف اشاره شده و راجع به مسائل مختلفی با ایشون صحبت شده. یک جا در مصاحبه برگشته به موضوع کهریزک و این چنین گفته و حالا این روزنامه، یعنی روزنامه ایران هم از ایسنا در واقع نقل میکنه: وی با یادآوری مخالفت صریحش با انتقال بازداشت شده ها به کهریزک در این باره گفت: من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شده. احمدی مقدم با بیان اینکه نهایتاً در آن جلسه یک نفر توصیه کرده است به بچه های کهریزک بسپارید این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و بدرفتاری با آنها نکنید، گفت: اما این تأکیدات من به مرحله اجرا نرسید. در هر بند که ظرفیت 50 تن را داشت، 170 تن را
جا دادند و قبول کنید که در گرمای تابستان کهریزک، آن هم در یک مکانی که استانداردی است، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محله کم امکانات دارای مسئله است. روز چهارشنبه 29 آبان شرق تیتر زد. قاضی مدیر خراسانی خبر داد احمدی نژاد غیر علنی محاکمه می شود. سیامک مدیر خراسانی گفته هنوز در مورد علنی شدن دادگاه احمدی نژاد تصمیمی گرفته نشده، چون در حال حاضر با هیئت قضایی صحبتی نشده. در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیر علنی تصمیم گیری می شود. همچنین محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران به ایسنا گفته طبق قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری، رئیس جمهوری جزء معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال می شود. 30 آبان اعتماد تیتر مذاکره روی لبه تیغ. و ما میریم سراغ سایت ها. از رادیو کوچه آغاز میکنیم. پیشبرد طرح تحریم های ایران، حمایت رهبر دموکرات های سنا از افزایش تحریم ها. هری رید رهبر جناح دموکرات ها در سنای آمریکا گفته است سنا باید آماده به پیش بردن طرح جدید تحریم های مورد توافق دو حزب پس از تعطیلی روز شکرگزاری باشد و من آماده انجام این کار هستم. طیفی از قانونگذاران آمریکایی با رویه مذاکرات کنونی و احتمال دادن تخفیف هایی به ایران در مورد تحریم ها مخالفند و خواهان برچیدن برنامه هسته‌ای ایران هستند. خبرگزاری ایلنا ظریف در حال حاضر درباره روندها گفتگو می‌کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات خود با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد در ضمن. و اما ایسنا سخنگوی اشتون تا پیشرفتی حاصل نشود وزیران خارجه 5 به علاوه 1 به ژنو نمی آیند. مایکل مان سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات روز پنجشنبه ایران با کاترین اشتون نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 را مذاکراتی سخت، اساسی و مفصل توصیف کرد. مان درباره حضور وزیران خارجه 5 به علاوه 1 در مذاکرات گفت که تا وقتی پیشرفت قابل توجهی حاصل نشود وزیران خارجه نمی آیند. و اما فارس، شیر بیال و دم آموزش و پرورش در معرض خطر انقراض. در سالهای اخیر موضوع شیر مدارس با مشکلات اقتصادی مواجه شده، به گونه ای که شرکت‌های طلبکار تا مدت‌های طولانی در انتظار اختصاص اعتبار از سوی آموزش و پرورش هستند و برخی نیز از خیر همکاری با این وزارتخانه می‌گذرند. به همین دلیل توزیع شیر هر سال با تأخیر بیشتری نسبت به سال قبل اجرا می‌شود. آخرین خبر هم از رادیو کوچه است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی گزینه بسیج، ارتش و سپاه ما هم روی میز است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه روز پنجشنبه 30 آبان در دیدار با سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت آنها یعنی غربی ها هر روز میگویند همه گزینه ها روی میز است. تأکید میکنیم که گزینه های ما هم روی میز است. گزینه بسیج، سپاه و ارتش ما هم روی میز است. وی افزود سربازان آنها مبتلا به جنون میشوند، دست به خودکشی میزنند و از میدان های نبرد فرار میکنند. ما 8 سال جنگ کردیم، نه کسی فرار کرد، نه خودکشی صورت گرفت و نه کسی مبتلا به جنون شد، اما آنها فرار و جنون و خودکشی دارند و این سلاحی است که در زرادخانه های ماست و در زرادخانه های آنها وجود ندارد. سپاس از توجه شما به برنامه. در هفته های آینده هم با ما همراه باشید. با ما در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه contact@kuchemail.com. بدرود.